پسش بده دوباره به اون مملکت. حالا اگر که بخوایم تو همین ادبیات آرژانتین حرف بزنیم، یکی از بزرگترین هاشون که خیلی قویه تو رئالیسم ولی میاد و آروم آروم ریشه خودش رو میاره تو اگزیستانسیالیسم، ولی اون رئالیسم و اون قسمت واقع‌گرایی و اینکه پیچیدگی‌های روانی آدم‌ها رو خیلی نگه داره رو هنوز با خودش داره و به اگزیستانسیالیسم میرسه، ساواتور که خیلی خیلی در واقع شناخته شده است، رهبر تو این جنبش، خیلی بهش برمیگردن، خیلی بهش در واقع ریفرنس میدن بهش و ازش الگو برداری میکنن، شاید به خاطر این کار، و نوشته هاش همه در واقع الگوه. ساواتور 1911 تو آرژانتین به دنیا میاد، فیزیک میخونه همونجا تا دکترا، اواخر دهه 30 میره به پاریس و وقتی که به اونجا میرسه و وقتی که یه دفعه با یه جو دیگه روبرو میشه و چیزهای دیگه میبینه، خیلی زود جذب اون جریان‌های ادبی میشه و اصلا فیزیک رو میذاره کنار، تمام کارهایی که تاره کرده میذاره کنار و شروع میکنه به نوشتن و نوشته هاش حتی همون موقع توی معتبرترین مجله های آرژانتین چاپ میشه. می نویسه تا اینکه به 1948 شاهکارش رو که تونه هست منتشر میکنه به اسپانیایی و در آرژانتین، که خیلی جنجالی بوده در زمان خودش. خودش در آرژانتین بوده، کتاب در آرژانتین چاپ میشه، ولی جنجال این کتاب و نوشتهش حتی به فرانسه میرسه و حتی به کشورهای دیگه تو اروپا. خیلی ها راجبش حرف میزنن، کامو تحسینش میکنه، توماس مان تحسینش میکنه و این کتاب خیلی زود به خیلی از زبانها ترجمه میشه و مخاطب خودش رو پیدا میکنه در همه جا. در 1983 به خاطر انتشار تمام گزارش ها و داستان ها و حدیث نفس هایی که نوشته بوده از دوران دیکتاتوری و اون قسمتی که خود تبعیدی کرده بوده به فرانسه، بعد از اینکه انتشار میده این گزارش ها رو، انتشار کارش در آرژانتین توقیف میشه، دیگه نمیتونه کتاب چاپ کنه، ولی دیگه مهم نیست به خاطر اینکه شناخته شده، مخاطب خودش رو پیدا کرده، آدم خودش رو پیدا کرده و حالا نه با انتشار کتاباش ولی با حرف زدنش و با انتشار افکارش کار خودش رو میکنه. تو داستاناش اصلا معروفیتش و محبوبیتش به خاطر اینه که آدم داستانو که معمولاً یه نفره، معمولاً داستاناش تک شخصیتیه، خیلی با خودش درگیر میکنه، به مرز حتی دیوونگی میرسه اون آدم. خیلی جاها وقتی ما داریم قصهش رو میکنیم میبینیم دیگه چیزی نمونده که حتی اون آدم شاید خودش رو بکشه، یا شاید اصلا اگر یه چیزی رو به یه ایده‌ای رسیده بوده انقدر با خودش درگیر میشه، انقدر تو رابطه هاش چیزهای مختلف میبینه که حتی به جایی میرسه که یک دفعه اصلا از این طرف به اون طرف برگرده و یه دفعه راه خودش رو عوض کنه. این موضوع و اینکه آدمای واقع‌گراش رو بین عقل‌گرایی و اینکه حالا یه جاهایی با حس خودشون هم درگیر بشن، یه جاهایی خودشون رو قضاوت بکنن و شاید محکوم کنن، یا شاید خیلی جاها خودشون رو قابل ترحم کنن، شخصیت‌هایی که مغرورن، شخصیت‌هایی که حکم دارن همیشه، این گیرایی و جذابیت قصه هاشه و به خاطر این خیلی معروفیت داره. تون داستان یه شخصیتیه که یه آدم خیلی تکبودیه ولی خیلی روشنفکر، خیلی مدرن و هنرمند. یه مردی که نقاشی میکشه و این شغلشه و این منبع درآمدشه و این زندگیشه.
آدمیه که خیلی اجتماعی نیست، چون به خاطر افکاری که داره و به خاطر اون غروری که داره حس میکنه که تنها بودنش و در انزوا بودنش به بهتر بودنش کمک میکنه. معمولا از جمع گریزونه، وقتی که یه عده جمع میشن تا راجع به یه موضوع حرف بزنن احساس تنفر داره، به اون آدم رو میخنده و اون آدم رو قضاوت میکنه که این کار احمقان است. حتی وقتی تابلوهای خودش رو نمایش میذارن توی اون نمایشگاه ها نمیره و سعی میکنه تا جایی که میشه اگر هم مجبوره بره یه جوری یه گوشه یه کناری خودش رو قایم کنه کسی نفهمه این تابلو مال این آدم. آدمیه که حس میکنه توی زندگیش هرگز به جنس زن هیچ علاقه نداشته، هیچ رابطه نمیتونه با زن برقرار کنه و اصلا خودش رو بی‌نیاز میبینه از این موضوع و به این رابطه میخنده. اینکه یک انسانی مرد به زن وابسته بشه یا زن به مرد وابسته بشه به نظرش احمقانه است. همیشه خودش رو از این موضوع دور نگه داشته و این مایه افتخارشه، این نقطه قوت زندگیشه. همین آدم در جریان یکی از همین نمایشگاه های عمومی که گذاشته بودن با یه زنی آشنا میشه که خیلی خیلی زود به این زن وابسته میشه، فقط به این دلیل که این آدم به تابلوی این نقاش خیره شده بوده و به نظرش اون تابلو حالا معلوم نیست برای چی، شاید داشته فقط بهش نگاه میکرده و به یه دیگه فکر میکرده، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس حتی خود این نقاش، ولی فقط به این دلیل که این زن جذب این تابلو شده، این مرد جذب این زن میشه و بهش وابسته میشه، نمیتونه باهاش ارتباط برقرار کنه چون اصلا ارتباط اجتماعی رو خیلی خوب بلد نیست، این کار براش احمقانه است، نمیتونه رو غرورش پا بذاره و دنبالمون بره، ولی این کارو میکنه. تا جایی پیش میره که بعضی جاها به جنون آنی میرسه و کار خیلی وحشتناک میکنه از نظر عکس العملایی که یعنی نشون میده، از نظر خودش وقتی بعداً بهش نگاه میکنه وحشتناکه و شاید اگه آدم دیگه این کار میکرد اصلا از نظر این آدم اون ترد بود، اصلا شاید آدم حسابش نمیکرد، ولی خودش این کار رو میکنه و بعد متوجه میشه زنی که این همه به خاطرش روی افکار خودش و روی شخصیت خودش کار گذاشته، زنیه که با مردا بازی میکنه، زنیه که توی یه تعهده ولی با چند تا مرد دیگه هست و این به قدری این آدم رو اذیت میکنه و به قدری وقتی که برمیگرده به خودش و میبینه چقدر خودش رو خار کرده توی این رابطه، هیچ رابطه رو انتخاب نکرده، حالا هم که کرده این میده، تا جایی پیش میده که به خودش اجازه میده که این زن رو بکشه و اون رو میکشه. یعنی خودش باز دوباره برمیگرده اون حالت اول خودش، خودش قضاوت میکنه، قاضیه و خودش اجرا میکنه حکمی رو که توی این قضاوت میده. تو طول داستان حالا حرفایی که با این زن میزنه، حرفایی که ازش میشنوه و بیشتر از اون درگیریایی که با خودش داره موقعی که داره حالا این حرفا رو تفسیر میکنه، چون کلمه به کلمه حرفای خودش رو تو طول روز که گذشت و حرفای اون آدم رو تفسیر میکنه، این درگیریایی که با خودش داره همه جذابیت این قصه است و شاید همه علتی که تونست این همه جنجال به پا کنه و تونست شاهکار این آدم بشه، طوری که هنوز که شاید 50-60 سال ازش میگذره اگر بخوان از ادبیات پست مدرن صحبت کنن در آمریکای جنوبی به خصوص تو آرژانتین حتماً